حالي برای شما معلومات درباره کورس و یا دوره بی می دهیم. شما برای اینکه کورس بی را تمام کنید باید چه نوع بیاموزید و چه چیزها را باید انجام دهید؟ خب آموختن SFE معلم شما را در مکتب تدریس می کند، شما را رهنمایی می کند تا چه نوع در خانه و در مکتب درس را بیاموزید. داشتن گوشی دستی و یا موبایل خوب است. اگر شما موبایل و یا گوشی دستی با خود در مکتب داشته باشید، می توانید اپ و یا برنامه هایی را دانلود کنید و زبان سوئدی را در خانه و در مکتب تمرین نمایید. خب شما زبان سفی را مطالعه می کنید و اوقات و یا تقسیم اوقات خود را دنبال می کنید. شما وظایف کارخانگی که از جانب معلم برایتان داده شده است انجام می دهید و خودتان احساس مسئولیت می کنید. در انجام دادن وظایف خانگی و آموختن زبان و هم در خانه و هم در مکتب. احساس مسئولیت در اینجا به معنای است که وقتی چیزی را نمی فهمید باید سوال کنید. در آموختن زبان در صرف باید فعال باشید و برای آموختن زبان مهم است که هم در خانه و هم در مکتب و خارج از مکتب زبان را استفاده کنید و زبان سویدنی را تکرار کنید. به این شکل می توانید خودتان و یا خود شما تاثیرگذار باشید در مورد آموزشتان و در بخش یاد گرفتنتان. اما به انواع مختلف می آموزند. بعضی از شاگردها به آسانی زبان را می آموزند و بعضی ها به تمرین و مدت بیشتر ضرورت دارند. برای کسی که در مملکت خود تحصیل کرده باشد و درس خوانده باشد این کار مشکل نیست، و یا اما برای کسی که در مملکت خود وقت کمی درس خوانده باشه و یا که تحصیلات زیاد نداشته بوده باشه این زبان میتونه کمی مشکلات های خودت داشته باشه. اما این کار مشکل نیست و کار ناممکن نیست، اما میتوانند زبان را به نوع خود بیاموزند. حالا میاییم در بخش که چه چیزها را شما تمرین می کنید. در کورس بی شما به شنیدن، خواندن، صحبت کردن، نوشتن تمرین می کنید و برای این تمرینات از شما از کامپیوتر، موبایل و لوح نویسی و یا ای که به سویدنی برش میگن لس پلاتا استفاده خواهید کرد. حالا میاییم در بخش شنیدن. برای اینکه در بخش شنیدن کورس بی شما کامیاب شوید باید بتوانید بعد از شنیدن کلمات و جملات آسان که در روزمره در سویدن استفاده می شود آشنا باشید و مفهوم آن را بدانید. مثلا گفتگوی بین دو نفر و یا که به سویدنی برش میگن دیالوگ. شما باید بفهمید که معنی دستورالعمل که به شما داده شده است یا چیزی که بر شما امر می شود شما بتوانید امر کار را انجام بدهید و نشان بدهید که چیزی که بر شما گفته شده است او پیام شما فهمیده اید و امر وظیفه را به شکل درست شما انجام بدهید. این است بود بخش شنیدن. حالا میریم به بخش خواندن که به سویدنی برش میگن لاسا. برای اینکه در بخش خواندن در کورس بی شما کامیاب شوید باید بتوانید جملات و کلمات ساده ای را که در روزمره استفاده می شود بخوانید و با خواندن اینها آشنا باشید. مثلا یک متن درباره اشخاص یا شخص های مختلف،
برنامه ها و جدول ها، اوقات سرویس و اوقات ترین و یا قطار که برش میگیم، مثلا تقسیم اوقات که بر شما داده میشه او را بتانین بخوانین، اوقات و یا ساعات کاری، مثلا دستور عمل، دستور العمل و یا معلوماتی که هست آنها را شما باید از بخوانید و مفهومش را بدانید. شما باید نشان بدین که شما می توانین بخوانین و معلومات را که خواندین معنایش را درک کرده می توانین و می توانین او وظایف انجام بدین. حالا میریم در بخش صحبت کردن. برای اینکه شما بتانید در بخش صحبت کردن در این دوره بی و یا کورس بی کامیاب شوین، باید به شکل صحبت کنید که دیگران کلمات شما را بتانند بفهمند. این به این معنی است که شما یک تلفظ قابل درک داشته باشین برای دیگران. مثلا چیزی را که شما تلفظ میکنین و یا به سویدنی برش میگیم اوت تاله، شما اوت تاله میکنین یا تلفظ میکنین، برای اشخاصی که در دوربار شما است قابل فهم باشه، یعنی اونا بفهمن که شما چی میگوین. شما باید از دیگران بتانین از دیگران سوال بپرسید و برای دیگران هم جواب و یا پاسخ بدهید. مثلا وقتی کسی از شما سوال میکند، شما بتانین به طور آسان بر از اونو جواب بدهید. به طور مثال شما باید کمی درباره خود صحبت کرده بتانین، یا درباره فامیل و یا جای بوده باش. مثلا بتوانین بگوید شما کی هستین، چه نوع شکل انسانی هستین، مثلا چه نوع خصوصیات دارین، در کجا زندگی میکنین و چه قسم زندگی میکنین. مثلا آیا شما در لگن هیت پارتمان زندگی میکنین و یا ای که در ویلا خانه شخصی زندگی میکنین. یعنی این است معلومات کوتاهی که شما باید بتانین در این باره صحبت کنین. شما بتوانید بگویید که درباره اوقات بیکاریتان و چیزهایی که شما در او علاقه دارید و درباره وظیفه‌ای که شما مثلا قبلا در مملکتتان داشتید. مثلا وقتی در مملکت شخصی یا وطنتان زندگی می کردید، شما در اونجا چه وظیفه‌ای داشتید. شما بتوانید باید در این چیزها بسیار جملات کوتاه و خلاصه گفته بتوانید تا دیگران شما را درک کنند و بفهمند که شما چی میگویید. حالا از بخش صحبت کردن میریم به طرف نوشتن. برای اینکه شما در این کورس بی کامیاب شوین، دوره بی را تکمیل کنین، شما باید بتوانین بنویسین درباره خودتان. مثلا در یک باره عادثی که شده باشد، درباره یک حالتی که به حساب رخ داده باشه، حادثه‌ای که رخ داده باشه، و یا اینکه یک نامه بنویسین و یا اینکه یک پیام. شما همچنان باید از بتوانین بنویسید پیام کوتاه از طریق تلفنتان که برش میگیم پیام کوتاه و به سویدنی برش میگن SMS، و یا اینکه مثلا درباره خود کوتاه چیزی بنویسین و یا اینکه یک پیام بنویسین به اشخاص دیگه روان کنین. و مشخصات، درباره مشخصات خود، مثلا که شما کی هستین، اسم شما چی است، نمبر تلفنتان چی است. یعنی چیزهایی است که شما باید از بتوانین از طریق پیام، از طریق یک نامه و یا یکی از طریق SMS بر دیگران فرستاده بتوانین و در نوشتنش حاکم باشید. حالا بر شما معلومات کوتاهی در بخش دیجیتالی میدیم. استفاده از انواع مختلف دیجیتال در جامعه کاری مهم است. به طور مثال استفاده از موبایل، از کامپیوتر و غیره مواد کمکی که هستند، استفادهش بسیار جد مهم است.
و باید از بتوانید که در وقت ضرورت ما شما انسان ها باید بتوانیم در وقت ضرورت با هم دیگر به تماس شویم و این که در وقت ضرورت مثلا ضرورت میشه تکت بخرین و یا که بلیت بخرین و یا که از برای پرداختن حساباتتان شما باید از بتوانین از هی ابزار دیجیتالی که است استفاده بکنید. به این می خاطر است که شما در وصفی هم از کامپیوتر استفاده می کنید و از برنامه های مختلف به شکل مثلا اپ گفته می شه برش برنامه های مختلف است که در تلفنتون دانلود می کنید و از او استفاده می کنید. شما باید از بتوانین با داخل کامپیوتر شوین از طریق مکتب و ورود به سیستم های مثلا سیستم هایی که در مکتب است که برش ایتس لرنینگ میگن یک صفحه آموزشی است او را بیاموزین و روان کردن مثلا وظایف کارخانگی تان از طریق امی صفحه آموزشی که به نام ایتس لرنینگ است و روان کردن نامه و یا پیام باید است بیاموزین و این چیزهایی است که شما در امی بخش در مکتب تمرین میکنین و اینا را در این کورس بیام میاموزید. حالا می دانید که کدام مراحل را طی نمایید تا بتوانید که کورس بی را در SFE ترانوس تمام کنید. این بود معلومات کوتاهی درباره کورس بی بر شما داده شد.